برای جزئیات بیشتر همین موضوع همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، بیشتر از اهداف شرکت کنندگان در این راهپیمایی به ما بگو. بله فرهناز، در ابتدا باید اشاره کنم به اقدام مشترک تشکل‌های مستقل زنان که در واقع 25 تشکل هست در این کلکتیو که در سراسر جهان هستند و یک کمپین 16 روزه ترتیب دادن که دیروز همزمان با روز مبارزه با خشونت بر علیه زنان آغاز شد و تا روز 10 دسامبر که مصادف است با روز جهانی حقوق بشر ادامه خواهد داشت. در این کارزار 16 روزه خب فعالیت‌های متفاوتی انجام میدن کنشگران فمینیست، فعالان حقوق زنان که گروه دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی یکی از این زیرمجموعه های این کلکتیو هست که مقیم جنوب کالیفرنیا هستند. برنامه امروز پیاده روی برای خشونت نام گرفته که این گروه ترتیب دادن در اینجایی که من ایستادم، در سواحل هانینگتون، در واقع در 70 کیلومتری جنوب لس آنجلس واقع شده. هم ایرانیان از اورنج کاونتی هم از لس آنجلس میتونن ملحق شن به این پیاده روی. در حال حاضر در نقطه مبدا که این ایستگاهی است که پشت سر من قرار گرفته و پلاکارد هایی وجود داره، پوشش های نارنجی اینجا قرار گرفته برای شرکت کنندگان واقع شده، حرکت کردن کنشگران فمینیست به سمت نقطه مقصد. قرار یک مسافت 5 کیلومتری رو پیاده روی کنن. هدفشون هم در واقع افزایش اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی عمومی است در جوامع غربی، جامعه‌ای مثل امریکا، برای آبرین امریکایی که اینجا در این منطقه پرتردد در روز یکشنبه که روز تعطیل هست عبور میکنن، این آگاهی رو افزایش بدن که در واقع آپارتاید جنسیتی در ایران به چه صورت هست، صادق این تبعیض‌ها و خشونت‌های جنسیتی به چه صورت هست و از قوانین ارتجایی جمهوری اسلامی و همینطور طالبان در افغانستان بگن که این خشونت‌ها رو به چه اشکالی بر زنان روا می‌دارند و سطح آگاهی عمومی رو نسبت به خشونت بر علیه زنان در نقاط خاورمیانه افزایش بدن. متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراهمون بودیم.